به نام یاد خدا درس امروز خود شما میگیریم در برنامه اکسس اکسس دیتابیس خود باز میگیریم ال سی گروپ و ما شما روز پیش الا بخش ریکارد آپشن برنامه اسپلینگ خوانده بودیم. امروز هم نوبت مور هست. در مور میریم میبینیم آپشنش چی کار میکنه و چی وظیفه را داره. وقتی بخوایم آپشن برام مور کار بکنیم، اول بر فلان که غیر فعال است، فعال کردن ازی، یعنی به خاطر فعال کردن ازی چی باید بکنیم و چی باید کرد تا این آپشن فعال شد و بعدا مستفاده بکنیم از این آپشن. اول به خاطر فعال کردن شما مجبور هستین تیبل باز بکنین. بعد از اینکه تیبل باز کردین بر شما آپشن های مور فعال میشه. خود مور هم همچنان دو آپشن، اولش Add from Outlook، Save as Outlook Contact. این دو آپشن اولش است که ما شما کار نداریم برای فعلا، در Outlook رسیدیم باز رویش کپای خود داشتیم که در Outlook میگین ثبت شوه و یا از Outlook بگیر جدول و یا لسته، هیچ مشکل نیست، بسیار ساده. اگر شما Outlook اگر استفاده کرده باشین و یا کار میگیرین، بسیار ساده از این استفاده کرده میتونید. آپشن بعدیش به نام Rowhide. Rowhide چی کار میگنه؟ Rowhide ارتفاع اینمی یک دونه رو را میباشین، یک دونه رو نیست در اینجا. در اکسس ما هر تغییراتی که میاریم بالای تمام جدول تغییرات وارد میشه. پس اگر ما شما Rowhide هم میخوایم استفاده بکنیم، همی که تغییرات میاریم با میاریم بالای تمام روها تغییرات میاریم. مثلا فعلا ارتفاع یک رو است 14.25، حالت استانداردش من میگم نخیر همی باشه 35، همی که اوکی گفتیم رو آله ارتفاعش چند میشه؟ 35 میشه. یا شما میگین دوباره میگین نخیر همی 35 نباشه، بالاتر باشه و یا هم پایین تر باشه، مثلا 15 باشه. اگر میخواین اندازه استانداردش رو ببینین و یا حالت اولش برگرده و حالت اولش بگیره بر خود، استاندارد هایت اینو کلیک بکنین، همی که اوکی گفتین حالت استاندارد و حالت اولیش رو براش میگیره. هر چی که تغییرات آورده باشین، مثلا ساختین 35 مشکل نیست، همی که شما رفتین در مور رو هایت استاندارد هایت، همی که اوکی گفتین پس حالت اولی برمیگرده. آپشن دیگه برنامه سب دیتوشید. سب دیتوشید به خاطر ربط دادن یک تیبل با یک تیبل، یعنی میتونه دو تیبل با هم ارتباط بده. طریقه کارش شما مجبور هستین دو تا تیبل جور بکنین. پس ما میریم یک دونه تیبل جور میکنم، میگیم برنامه آیدی هست، بله آیدی استودنت نیم و مثلا پروگرام و فیس و نام استودنت ثبتش میکنم. یس. تیبل دوم، تیبل دیزاین آیدی تیچر نیم و تایم، کنترل دبلیو یس بنام تیچر ثبتش میگیریم. یس. دو تا تیبل جور کردیم، تیچر هم جور کردیم جدول یا تیبل شا و تیبل استودنت هم همچنان جور کردیم. حالا میریم ارتباط میتیم و استفادهش میکنیم. پس ما یک تیبل باز میکنم، تیبل استودنت باز میکنم، در بخش مور میرم میگم سب دیتوشید. سب دیتوشید گفتیم میگه با کدام جدول میخوای ارتباط بدی، با ALC، با کورس، با فارسی تیبل، با مین تیبل، با کدام تیبل؟ نه خیر، با تیچر میخوام ارتباط بدم. پس اوکی میگه، میگن یس. یس گفتین ارتباط برقرار شد. احمد است چی میخونه؟ ورد میخونه. فیسش چند است؟ 300 افغانی است. پیش کی؟ پیش مثلا استاد بنامو شفیع. صحیح است؟ تیچر شفیع. در کدام تایم؟ مثلا تایم 7 بجه. 7 بجه. صحیح است؟ ایره پس من میشه کلیک میکنین. باز تعداد شاگردار درج میکنین. مثلا کمال هست، مثلا مشتبه هست استادش یا برنامهش اکسل و فیسش 900 افغانی بالای این پیشی که میخوانه نام استاد در کدام تایم. صحیح است؟ این شکل ما شما میتونیم از این چی بکنیم؟ استفاده بکنیم و کار بگیریم. احمد نام پیش که میخوانه؟ پیش شفه. میشه 10 تا شاگرد باشه، پیش که میخوانه؟ پیش شفه یا تیچر شفه و مشتبه به این شکل پیش استاد، مثلا استاد رحمت علی یا مثال تیچر رحمت، در کدام تایم؟ تایم 8 بجه ارتباط میتونیم بشه. به این شکلی که شما میبینید دیگه استادش شاگردش مکمل چه میشه؟ خانه‌پوری میشه. از طریق یک تیبل ما شما خانه‌پوری میکنیم. باز اینجا آپشن های دیگه داره برای ما شما. خب این سب دیتا چی تا خب گفتیم. حالا پایین از این سه آپشن دیگه فعال میشه.
اگر ریموو میگیم انیمی ارتباطش چی میکنه؟ حذفش میکنه یا از بین میبره دوباره. اگر کلپسال میگیم تمامش چی میسازه؟ جمع میسازه. اگر اکسپاندال میگیم دوباره پس چی میکنه؟ بازش میکنه و تمام معلومات نشان میده. میگیم نخیر کلپسال کلش جمع میسازه. و وقتی را بسته میکنیم دوباره تیچرش میگیم تیچرش اتومات خانه پروژه تیچر شفیع تیچر رحمت تایم 7 بجا تایم 8 بجا تعداد شاگرداشون دو قسمت لیست شاگرداشون دو قسمت احمد پیش شفیع میخونه یا تیچر شفیع و شبان پیش تیچر رحمت. اینمی استفادهش از دو تا تیبل مشمو میتونیم ربط بتیم و یا ارتباط بتیم. وقتی یک تیبل خانه پوری میکنیم مستقیما از اینجا تیبل دوم مارم خانه پوری بکنیم. ضرورت نباشه که ما هر بار بریم تیبل دیگرم باز بکنیم اونجا خانه پوری بکنیم، نه امیر ارتباط میتیم و از یک دانه تیبل هم تو خانه پوری کرده پیش میریم. این بود ثبت تاشید. ادامه ثبت تاشید ما شما داریم هایتفلد. هایتفلد چه کار میکنه؟ میگه معاشات کارمندا را کسی دیده نتونه، پس این ستون و یا فلد سالری ما چی باشه؟ پنهان باشه. حالا دیگه کسی نمیدونه اصلا مو معاشات کارمندا را ببینه. پس دوباره کنترل ای میگین ان هایتفلد. دوباره فلدایی که پنهان است میخوایم چی شوه؟ نشان داده شوه. اگر چند فلد مثلا جاب با سالری کسی دیده نتونه، نه جاب هست و نه سالری، اگر انتخاب میکنین پس دوباره میآیان. این بود آپشن هایت فلد و ان هایت فلد. بخش دیگه فریز. فریزی که شما در اکسل خواندین، اگر مشکل دارین برین ریکارد ویو برنامه اکسل رو ببینین دیگه، ان شاءالله که مشکل دارین حل میشه. فریز فقط ساعت انتخاب میکنین میگفتین فریز شوه. البته تعداد معلوماتتون زیاد باشه یا تعداد اشخاص افرادی که اینجا درش میکنین تعدادشون زیاد باشه، باز وقتی شما با پایین میایین این معلوماتتون چی میشه؟ میگین از اینی رو به بعد فریز شوه یا از این رو به پیش فریز شوه. میباشین 4 یا 5 نفر فریز میکنین یا میشن وانتون تنها فریز بکنین، اما وانتون دیگه بالا نمیره و تمام معلومات میتونین با پایین بین استفاده بکنین. باز هم براتون میگم اگر مشکل دارین فریزن فریزا ریکارد تاب ویو برنامه اکسل حتما یک بار ببینین، مشکل حل میشه. از بخش فریز و ان فریز اینجا ما شما با مثال و با جزئیات کارش کردیم. ادامهش فلد ویت. فلد ویت چیکار میکنه؟ بر و یا اندازه و یا از برش و یا میگن ویدش امی جاب و یا فلد جاب و یا نیم و یا سالری با کدام اندازه باید باشه؟ میگن وید فلد نیم به این اندازه باشه. میتونی به شکل شورتکت به شکل هم تغییرات بیارین، یا ویدش یا برش میگن به این اندازه باید باشه، یا عرضش میگن به این اندازه باشه، و یا هم میرین به شکل آپشن از این استفادهش میکنین. استانداردش به این اندازه، این اندازه فیلیش میگم نه خیر اندازه استاندارد اینی هست، میرم یک بار میبینم اندازه استانداردش چند است، 11.75 میگم نه خیر همین 50 باشه، همین که اوکی گفتین آل سکنین برش 50 میشه، یا عرضش 50 میشه، یا ویدش میگن 50 میشه. اگر میگن استاندارد وید حالت استانداردش هم میخوایم ببینم. اگر کنترل میگین میرین یک قسمت میگین بیست وی بیست فید میباشن، بیست فیدش باز حال به شکلی که میبینین اوکی میگین اوکی بله نشد، پس ما تغییرات میارم. مثلا یک شب یه اندازه میسازم، یک شب یه اندازه میسازم، یک شب یه اندازه. حالا ما این انتخاب میکنم، این که انتخاب کردم میگم فلت وید و بیست فید معلومات ها برابر با جدولتان ساخت و شما هم تانستین به شکل ببینینش. و پس دوباره اگر استاندارد وید میگین کالش را مکمل به شکل استاندارد برمیگردانه، حالت اولش را برش میده. این بود آپشن های مور. بخش دیگه ما فایند داریم، فایند پیدا کردن. میگین از اینجا فایند از این بین معلومات کسی به نام زکی را داریم؟ فایند نداشتیم، مقصد انتخاب نباشه، ماوسون بالای یک خانه باشه مشکل نداره، شما انتخاب نکنید. مثلا کسی به نام احمد داریم؟ میگه احمد نداریم. باز هم آیتی مثال میگیریم، از ستون نیم میگیم آل احمد است، باز هم دیگه قسمت کلیک نکنیم. انتخاب هیچ وقت نباشه، اگر انتخاب میباشه به شکل هیچ وقت کار نمیکنم. ما هستم به شکل انتخاب نیم، فقط داخل یک خانه ماوسون میمونیم، باز میرین تایپ میکنین امین هست بله، مثلا سمیم هست بله، مثلا قسیم هست قسیم بله. سیز در هر فلدی که هستین امون فلد سرچ بکنین برشمون پیدا میکنم. رفلیس جاگزین کردن، بجای امی قسیم یک کس دیگر جاگزین بکن. چی جاگزین شوه؟
مثلا بنام مشتبه کسی میخوام جاگزین شد ریپلیس، اگر میگن یک یک دانه ریپلیس آل هر چقدر قسم که باشه اوتومات به چی تبدیل میشه؟ به مشتبه. و بخش دیگه گوتو، گوتو میگن برو بالای اینی صحه، بالای کجا؟ روی بعدی، ریکارد بعدی، میگن نیکست، نیکست، پریویوس قبلی، پریویوس قبلی، لاست آخرین ریکارد، فرست اولین ریکارد، و نیو ریکارد، ناو و ریکارد جدید. بخش دیگه سلیکت داریم، سلیکت اینی کارش است. چند را انتخاب کردیم میشه سلیکت، اگر میگن سلیکت آل به این معنی که تمام جدول را برای شما شروع کنه انتخاب بکنه. این بود وظیفه بخش فایند. بخش دیگه تکست فرمتینگ، از اینجا دیزاین خط و یا استایل خط هم میتونید انتخاب بکنید به شکل باشه. خلاصه هر دیزاینی را که شما تطبیق میکنین برش برین تطبیق بکنین، سر ساده استایل خطش انتخاب بکنین، دیگه اندازه خطش تعیین بکنین، مثلا اندازه خطش 28 باشه، یا فرض مثال اندازه خطش 16 باشه، یا فرض مثال 18 باشه، 20 باشه، هر اندازه‌ای که شما برش انتخاب میکنین. میگم نخیر پس میخوایم 12 بسازیم برجسته باشه یا که نباشه. میمونه آپشن های غیر فعال، یکی دو سه چهار پنج و شش، شش و شش دون آپشن غیر فعال است. هیچ وقت فعال میشه و چه کار میکنه؟ اینو براتون هم فعال میکنه و هم کارش میکنه، اما پیش از او فعلا آپشن های فعال معلوماتتون برجسته شوه یا نه. میگم اول خود استایل خطش میخوایم کامبریا بسازم، اگر میخواین برجسته باشه خب بولد کلیک بکنن، اگر میخواین نباشه غیر فعال شو کنه، ایتالیک باشه یا نباشه، اندرلاین داشته باشه یا نداشته باشه. اگر میخواین اندرلاین داشته باشه برجسته باشه خب با فالش بکنین آپشن ها، خلاص. اگر میخواین نی غیر فالش بکنین. رنگش چه رنگ باشه؟ این شکل رنگش مثلا رنگ آبی باشه، اگر این رنگ ها خوشتون اومد مور کالر، خودتان برین یک رنگ جور بکنین. اوکی گفتین برنگ چه میشه تطبیق باشه برجسته هم باشه، یا میگم نخیر پس شکل اوتوماتیک بر خود بگیره. و اینجا هم رنگ بک‌گراندش این شکل رنگ سیاه باشه، میگم نخیر رنگ سیاه نباشه، رنگ به شکل باشه، صحیحست؟ از اینجا استفاده کرده بتونید. و معلوماتش در وسط باشه، به طرف راست باشه، یا ای که به طرف چپ باشه، میمونه این قسمت. اینجا هم شما میتونید گراف شه، اول از اینجا بک‌گراند شه یک بار دیگه، مثلا رنگش سیاه باشه این شکل، و یا رنگ سیاه نباشه، رنگش مثلا آبی باشه یا آبی ضعیف باشه یا سبز باشه انتخاب کرده میتونید. و یا پس دوباره اتوماتیک انتخاب میکنین، این را هم اتوماتیک انتخاب میکنیم. و میمونه موضوع گرید لاین، فعلا ما شما میبینیم، اگر میگم نباشه گراف پس انتخاب میکنیم گرید لاین نان، گراف نباشه، یا گراف باشه به شکلی که میبینید، یا به شکل باشه هورایزنتالش. اینجا دقت بکنین تغییراتش واضح دیده میشه به شکلی که میبینید در گرافش. حالا نوبت از این رسیده که آپشن ها را فعال بکنیم و بعد اون آپشن ها را کار بکنیم. آپشن هایی که غیر فعال هست یک شرط دارن. چه شرط؟ شما تیبلتون دولت دیزاین میریم ما شما اینجا انفو نوشت میکنیم، البته شرطش اینمی است که شما باید لانگ تکست انتخاب بکنین. اگر 2013 است لانگ تکست، اگر 2010 است میمو. اینجا که انتخاب کردین این را باز در بخش پایینیش که تکست فرمت نوشته است، این را باید شما 100% رش تکست انتخاب بکنین. رش تکست که انتخاب کردین آل برین در شکل دیتا شیت ویوش، اینجا که آمده این یس بگوین دیگه سمت معلومات خود را درج بکنین، آپشن ها تمام بشه شد فال شد. آلی که فال شد میگین چی باشه؟ بلید داشته باشه، یا بلید نداشته باشه نمبر داشته باشه، یا نمبر نداشته باشه خب دیکریس اینکریس هم که شما خواندیم که به طرف بیای یا به طرف شا دیم شما، ما ایرم در ورد و اکسل خواندیم با شما. لفت رایت از چپ براست باشه و یک رایت تو لفت از راست به چپ باشه، بر معلومات فارسی تان این انتخابش میکنه. ای آپشن هم چه شد بر ما شما؟ فال شد و ای هیچ کار هم نمیکنه، فعلا هر چی کلیک میکنیم کار نمیکنه. شرط کار از یه است که شما باید حتما انتخاب بکنین به این شکل، اگر انتخاب کردین خوب، اگر نکردین و هم کار نمیکنه. پس من انتخاب میکنم حتما، انتخاب باید بکنم، بعد از اینکه انتخاب کردم به شکل میتونم یک هایلایت بتونم براش یا بک‌گراند براش بتونم. پس دوباره انتخاب میکنم، میتونم تغییر رنگ براش بتونم یا از این استفاده بکنم، مثلا رنگ زرد باشه. و به این شکل باز شما دیگه درج بکنید در بخش اینفو دمیس فیلد اینفویتون که لانگ تکست انتخاب شده و رش تکست است، آپشن ها فعال است. در غیر صورت دیگه همگیش غیر فعال میشه. اینی بود آپشن های غیر فعال. و این بود بخش تکست فرمتینگ. حالا کلیک میکنیم بالای دایلوگ باکس لانچر تکست فرمتینگ که مجموع آپشن هایش بر ما باشه. ما پس دوباره اینفو را دلیتش میکنم، یس میگم،
والا میرین به قسمت اینجا که آمده ما شما سه حالت داریم فلت رایز اوکی ای دیزاین یا که به شکل سنکن سنکن هم این شکل یک دیزاین ما میشه رایز انتخاب بکنم میشه فلت انتخاب بکنم فلت اگه انتخاب کردم میگم اوریزنتال و ورتیکال گراف نباشه یا نداشته باشه فعلا هیچ گرید لاینی دیده نمیشه اگر ایره فال میکنین به شکل اوریزنتالش دیده میشه اگر ایره فال میکنین به شکل ورتیکالش نشون داده میشه یک رنگ دو رنگ سه رنگ چهار رنگی که دقیق صورت میبینین اینه یک رنگ دو رنگ سه رنگ چهار رنگ اینی یه سه بخشه که شما در بیرونش خواندین دیگه کار کرده میتونین بخش دیگهش میمونه border and line style فعلا شما چوکات یا border داره فعلا که شما میبینیم هم از لحاظ افقی داره گراف یا گرید لاین هم از لحاظ عمودیش از هر دو بخشش هر دوش بخاطر فعال است ما شما میگیم این گراف یا گرید لاین ما شما باشه اما به شکل سلاید نباشه مثلا به شکل دات باشه نقطه نقطه دقت بکنین یک لحظه میریم میبینیم میگم دیتاشید باردر ما این باردرهایی که فعلا هست برش دیگه چه شکل باید برخواد بگیره دشت دات همی که اوکی گفتین همون شکل برخواد میگیره بازم اگر این واضح نشید برین شما گراف برش انتخاب بکنین بعضی گراف برش انتخاب کنین و برین دیگه قسمت تغییرات بالاش برین یا مثلا کالمی در اندرلاین ما شکل دات بگیره این شکل دات اینی شکل هست اینه آره به شکل که میبینین شکل نقطه نقطه رو برخواد گرفته و آله اگر ببینین به تمام گراف ها اگر متوجه شوین شکل دات رو برخواد گرفته شما میدین تغییر شکل بده نه یعنی دات نباشه مثلا اینی شکل یا دات مشخص خودش تنها دات باشه و یا دش دات باشه هر شکلی که شما انتخاب میکنین و آخرین آپشن امروز لفت رایت و رایت تو لفت این بر جدول فارسی است چه قسم مثلا ما شما میریم در کرییت تیبل دیزاین و یک تیبل فارسی جور میکنیم میگیم شماره میباشن اینجا چی باید انتخاب بکنیم اوتو نمبر نام پدر وظیفه و ماش اینجا هم نمبر کنترل دبلیو ثبتش میکنیم به نام فارسی تیبل فارسی تیبل یک فارسی تیبل یک وقتی ما باز میکنم این به این شکل دیده میشه میگم نه خیر این تیبل فارسی است این باید از راست به چپ دیده شما پس چیکار میکنین این قسمت اینجا میرین شما رایت تو لفت انتخاب میکنین بعدا اوکی میگین جدولتون از راست طرف راست به چپ میشه آل دیگه نام نوشته میکنین تو فرض مثال نامش احمد است محمد است سیار هست قاسم هست به شکل شما معلوماتتون رو تایپ میکنین نام و پدرش وظیفش و مارش آیدیش خودش اتومات ترجمه میشه و این بود درس امروز ما در برنامه اکسس روز بعدی بخیر آبجکت دومی برنامه اکسس برنامه کیوری شروع میکنیم و درس خود داریم بر امروز در همینجا ختم میکنیم.